سلام شما به خبر هشت خوش آمدید. امروز چهارشنبه 25 ماه هود سال 1400 هجری شمسی است. در آغاز سرخط خبرها. چراغ سبز امارات اسلامی برای مخالفان سیاسیش. پالیسی همی است که بعد از افغانستان مرکز و میدان مقابله های قوت های بزرگ نشد. تأکید سازمان ملل بر تعامل جهان با افغانستان. امیدوارم جامعه جهانی با یک نیت خوب تعامل با دولت جدید را مورد توجه قرار دهد. جهان باید در جهت تعامل با دولت جدید گام بردارد. واکنش امارات اسلامی به گفته های کنت مکنزی. تحریم های روسیه بر مقام های امریکایی. محرومیت مردم بوسوالی خاک افغان زابل از عرضه خدمات دولت. مشروع خبرها. سرپرست وزارت خارجه کشور میگوید که پالیسی را پیش خواهند برد که دیگر افغانستان میدان مقابله و رقابت قدرت‌های بزرگ جهان نباشد. امیرخان متقی در دیدار با سفیر و کارمند سفارت افغانستان در ترکیه میگوید که هیچ بدیلی به جای نظام فعلی برای ترقی و پیشرفت کشور وجود ندارد و باید مخالفت ها با دولت فعلی به حمایت و همکاری ما بدل شود. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز میگوید که کمیسیونی ایجاد خواهد شد تا زمینه اطمینان و بازگشت کسانی را که به خارج رفتند دوباره به افغانستان مساعد بسازند. سرپرست وزارت خارجه کشور اینجا در سفارت افغانستان در انقره ترکیه با سفیر و کارمندان این سفارت در مورد سیاست و پالیسی های امارت اسلامی بحث و گفتگو می کند. امیرخان متقی با اشاره به سیاست خارجی امارت اسلامی تاکید می کند که پس از این اجازه دادن نخواهند شد تا افغانستان بار دیگر به میدان مقابله و رقابت میان قدرت های بزرگ جهان قرار بگیرد. پالیسی همی است که بعد از افغانستان مرکز و میدان مقابله های قوت های بزرگ نشود. بعد از افغانستان اطور نشود که با یک جور با یک ناجور با یک دوستی با یک دشمنی افغانستانی غریب و بیچاره باید با پای خود ایستاد شود. آقای متقی می افزاید که هیچ بدیل به جای نظام فعلی برای دوام ثبات در افغانستان وجود ندارد و مخالفت ها باید با دولت جدید پایان یابد. او همچنان بار دیگر در پیوند به ایجاد حکومت همشمول این گونه واکنش نشان می دهد. در افغانستان دو کسان و شخصی ملکیت چه بس که پلانه خوشحال و افغانستان حکومت همشمول ده که در 15 کسا و 10 کسا قدرتمند و سرمایدار و زورواکن نو خوشحال بیا همشمول نده. زدی تو هم که در همشمول معنی داری چطور قومون دیبکی پوست حکومت چطور قومون استه. از سوی هم سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ کشور که نیز در این نشست حضور دارد میگوید کمیسیون ایجاد خواهد شد تا زمینه اطمینان و بازگشت کسانی را که به خارج رفتند دوباره به افغانستان مساعد بسازد. یک پروژه یک اقتراحی شده، یک پیشنهادی شده که باید یک کمیسیون عالی داشته باشیم، یک کمیته داشته باشیم که برای او برادر کار بکنه که در خارج چطور میتونه که نه وطن خود بیاید و در وطن خود کار بکنه. و ما کمی از اینا از آنان اینا هم داریم که آنهایی که پول بر آنها مصرف شده تعلیم در وطن خود کردن و هم موخی و شماندان را تر کردن و به خارج رفتن. دیدار سرپرست وزارت خارجه با سفیر و کارمندان سفارت افغانستان در ترکیه در حال صورت میگیرد که آقای متقی دو روز پیش در پیوند به پیشرفت‌های دیپلماتیک امارات اسلامی با کشورها گفته بود که سفارت افغانستان در انقره از آنان دستور میگیرد و در برخی سفارتخانه‌های دیگر نیز دیپلمات‌های تازه را معرفی کردند. و
کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل خواهان تعامل جهان با دولت جدید افغانستان است. فیلیپا گراندی که در یک سفر 4 روزه به کابل آمده میگوید که تنها راه جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان تعامل و مشارکت جامعه جهانی با دولت جدید افغانستان است. از سوی هم هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل هشدار میدهد که نیمی از جمعیت 38 میلیونی افغانستان گرسنه هستند و میلیون ها تن مسئولیت غذایی ندارند. مشارکت جامعه جهانی با دولت موقت افغانستان پیشنهاد سازمان ملل به جهان. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که در یک سفر 4 روزه به افغانستان آمده میگوید تنها راه جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان تعامل و مشارکت جامعه جهانی با دولت جدید افغانستان است. او هشدار می‌دهد که نادیده گرفتن نیازهای بشری افغانستان می‌تواند برای کل جهان بسیار خطرناک باشد. امیدوارم جامعه جهانی با یک نیت خوب تعامل با دولت جدید را مورد توجه قرار دهد. جهان باید در جهت تعامل با دولت جدید گام بردارد. در غیر این صورت هیچ چیز محقق نخواهد شد. افز صلح و گذار افغانستان از وضعیت فاجعه‌بار انسانی به یک اقتصاد در حال رشد نیاز به تمایل دو طرف برای تعامل دارد. اما آنچه واضح است دامنه تداوم بحران انسانی در افغانستان است که سبب رنج، گرسنگی و ناامیدی مردم شده است. از سوی مسئولین امارت اسلامی از این خواست استقبال کرده و از جهانیان می خواهد با دولت جدید تعامل کنند. امارت اسلامی یک نظامی هست که کشور را زیر کنترل داره و امور را اداره می کند. پس نیاز است که باید کشورها و سازمانهای جهان جمعی بین‌المللی با حکومتی موجود و که زیر سرپرستی امارت اسلامی است کنار بیایند. در این حال مسئول هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته است که تا 2 هفته دیگر به منظور جذب و ادامه کمک‌های بین‌المللی به افغانستان نشست در 31 مارچ به میزبانی ملل متحد، بریتانیا و قطر برگزار خواهد شد. سازمان ملل و نهادهای بشری وابسته به آن گفتند که بیش از نیمی از جمعیت 38 میلیونی افغانستان با گرسنگی روبروند. با جامعه جهانی، کشورهای بزرگ جهان مثل امریکا، چین و روسیه هم ضرور است که در بررسی شناختن افغانستان عجله کنند. در غیر آن بحران فعلی بشری افغانستان بیشتر از این هم خطرناک شده می تواند. در اعلامیه این نهاد آمده است که گرسنگی حاد از 14 میلیون در سال گذشته به 23 میلیون افزایش یافته و این وضعیت خانواده ها را مجبور کرده به اقدامات ناامید کننده چون حذف وعده های غذایی یا گرفتن قرضه های بی سابقه متوسل شوند. کمک های بشر دوستانه به تنهایی برای رفع همه نیازهای کنونی و آینده افغانستان کافی نیست. ضروری است مردم زنده و سالم نگه داشته شوند. با وجود تلاش ها برای کمک به نیازمندان در افغانستان، هنوز ده ها هزار نفر مسئولیت غذایی ندارند و سوء تغذیه حاد زندگی کودکان را تهدید می کند. نشست بین المللی برای جمع‌آوری کمک به افغانستان در حال برگزار می شود که کشورهای تمویل کننده تلاش دارند به گونه به مردم افغانستان کمک کنند که دولت جدید از آن نفع نبرد. امارات اسلامی اظهارات قماندانی مرکزی آمریکا مبنی بر این که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان در حال رشد است را رد می کند. معاون سخنگوی امارات اسلامی می گوید که حاکمیت امارات اسلامی سراسری است و به هیچ گروه اجازه نمی دهد که امنیت افغانستان ثبات منطقه و جهان را تهدید کند. و تازگی فرانک مکنزی مدعی شده که بر بنیاد یافته های آنان شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان در حال رشد است و بیش از 4000 جنگجو در افغانستان دارد. داعش در افغانستان در حال رشد است اما قادر نیست بر غرب حمله کند. عباراتی که قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی در اظهارات تازه خود در کمیته نظامی مجلس سنای آمریکا آن را برجسته کرده است. فرانک مکنزی مدعی است که افراد شاخه خراسان داعش در مقایسه با سال گذشته 2 برابر شده و به بیش از 4000 تن می رسد. او هشدار می دهد که بدون فشار دوامدار آمریکا شاخه خراسان داعش قدرت خود را بیشتر تحکیم خواهد کرد. ما به دقت رشد داعش را زیر نظارت داریم. داعش در ماهای گذشته قادر بوده تا شمار از حملات عمده را در کابل انجام دهد. احتمالاً حملات داعش در تابستان پیشرو در افغانستان افزایش یابد. آگاهان به این باورند که امریکا به دلیل رقابت با چین و روسیه در پی حضور دوباره نظامی در افغانستان است.
اما آنان رشد و فعالیت داعش در افغانستان را منتفی می دانند. ایرانی های امریکای ها به مورد هستند. آنها در افغانستان کاملا عملکردهایش منتفی هست و خطای کلان استراتژیک نظامی سیاسی را مرتکب شده. مکنزی اما میگوید ردیابی داعش در مقایسه با گذشته دشوار شده اما ناممکن نیست. ما مانند گذشته که حضور فعال نظامی در افغانستان داشتیم، اکنون نمیتوانیم مثل گذشته بر فعالیت تروریسم در افغانستان نظارت داشته باشیم. هرچند کار دشوار شده است اما ناممکن نیست. امارت اسلامی اما حضور گسترده داعش در افغانستان را رد میکند. امارت اسلامی بر تمام نقاط کشور کنترل کامل داره و به هیچ کسی اجازه نمیدهد که باز امنیت مردم ما را اخلال نماید و یا هم فراتر از خاک افغانستان به کشورهای دیگر کدام تهدید و آسیبی را متوجه بسازد. پیش از این مقام ها در پنتاگون هشدار دادند که شاخه خراسان داعش ظرف 6 ماه قادر خواهند شد بر ضد غرب حملات تروریستی انجام دهد. اما حال استخبارات آمریکا تخمین زدند که داعش احتمالاً بین 12 تا 18 ماه قادر به انجام حملات بر ضد غرب خواهد بود. مرکز خبرنگاران و انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان با نشر گزارش میگوید که میزان خشونت در برابر کارمندان رسانه ها افزایش یافته. این دو نهاد میگویند که در سال جاری 117 مورد خشونت در برابر خبرنگاران را به ثبت رسانیده. امارات اسلامی اما خود را متعهد به حمایت از آزادی بیان و پایان دادن به خشونت ها در برابر خبرنگاران میداند. فرهناز فریبرز با جزئیات بیشتر. با پایان یافتن سال روان خورشیدی، نهادهای حامی خبرنگاران مانند بسیاری از نهادهای دیگر گزارش سالانه خود را به نشر می رسانند. اینجا هم مرکز خبرنگاران و انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان گزارش سالانه خود را ارائه می کنند. این دو نهاد در سال جاری خورشیدی 117 مورد خشونت در برابر خبرنگاران را به ثبت رسانیدند و 4 خبرنگار هم به گفته آنان در رویدادهای مختلف کشته شدند. هر چند سال 1400 سال خوبی به خبرنگاران و رسانه افغانستان نبود. ما متاسفانه باید بگویم که 10479 خبرنگار که داشتیم 5928 خبرنگار ما وظیفه خود از دست داده، صدها خبرنگار ما به بیرون از افغانستان مهاجرت کرده، 224 رسانه ما درش بسته شده. سبشیوی راپور نقرکوی چیز اسلامی امارت در حاکمیت پا دوران که در خبریالانو پر راندی تاوتریخوال دو برابر زیاد شوه. اینجا هم شماره از خبرنگاران ولایتی به خاطر اطلاع رسانیشان در شرایط دشوار کشور تقدیر می شوند. اشان وغا کوم چې خبريال د زمينه برابر کی کله چې پورتولونه کې وستونز پیدا کیږي یا مشکلات کې خبريال هغه پر وخت باندې کوریج ورکی ریپورت کې نو د غول ساکم ذهنه چې دا هغه بدلول شي. همیشه وخت در گذشتهم بی طرف بوده، خبرنگارا آل هم بی طرفانه عمل میکنن. باید امارت اسلامی از اینا از این روز گرامی داشت کنه و موثریت خبرنگارا را در نظر داشته باشه. اما امارت اسلامی هم بار دیگر حمایتش را از رسانه های کشور اعلام می کنند و می گویند که به خشونت ها در برابر خبرنگاران پایان داده خواهد شد. با آزادی بیان طبق اصول اسلامی و همچنان با نشرات رسانه ها که در چوکات اصول اسلامی و منافع ملی ما باشه متعهد هستیم و حمایتش می کنیم. با این همه اما تحولات پسین تاثیر مستقیم بر فعالیت رسانه ها نیز داشت که بر بنیاد آمارهای ارائه شده حدود 45% رسانه ها در کشور به دلیل مشکلات مالی از فعالیت باز ماندن. در یک مورد زبیولا مجاهد گفته بود که می خواهند کمک های خارجی را برای رسانه ها جلب کنند. در یک سال گذشته تقریباً 14,000 توریست داخلی و خارجی از هرات دیدن کرده. آمریت توریسم ریاست اطلاعات فرهنگ هرات میگوید که صنعت توریسم در این ولایت رشد کرده و آنها بیشتر میزبان توریست های داخلی هستند. هرات با داشتن جاذبه های توریسم همواره جلب توجه جهانیان و توریست های داخلی قرار گرفته است. شهر ادب و هنر و فرهنگ این روزها میزبان صدها توریست داخلی و خارجی است. جاذبه های توریستی، ساحات تاریخی و فضاهای لذت بخش هرات سبب شده است تا توجه توریست های داخلی بیشتر جلب شود.
ماهانه تا 1500 نفر از مکانهای تاریخی هرات دیدن میکنند. بیشترین سیاحان که به هرات میآیند سیاحان داخلی هستند، یعنی از ولایت های همسایه و همجمار، از کابل میان، از جاذبه های گردشگری بازدید میکنند و تعداد گردشگران خارجی هم ما به ثبت داریم. آنگونه که مسئولان بخش توریسم اداره اطلاعات فرهنگ هرات میگویند بیشتر توریست ها از ساحات تاریخی و باستانی این ولایت دیدن میکنند. حالا که امنیت بهتر شده است، حتی تا ولسوالی های دور افتاده هرات نیز سفر میکنند. در یه راغلی هرات ولایت غواړو چې د تاریخي حبیدات څخه د تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړو. چیزی که ما را بسیار جلب توجه کرد اونجا برج تیموری بود. قلعه تاریخی اختیار الدین، مسجد جامع بزرگ هرات و موزیم ملی این ولایت میزبان بیشترین توریست طی ماه‌های اخیر بوده است. ما نزدیک به 1.5 یا الی 2000 نفر از ارگ هرات بازدید کننده داریم و نزدیک به 800 یا 1000 نفر هم از موزیم هرات. هرات بستر مناسب برای توریسم داخلی و خارجی است. در دو دهه گذشته کارهای زیاد در قسمت توسعه شهری و ساخت و سازهای نو صورت گرفته است. جاذبه های تاریخی و فراهم بودن امکانات و تسهیلات بوده باش از مهمترین مسائلی است که باعث جذب توریست ها به این ولایت گردیده است. ادامه خبر 8 تا لحظات دیگر. چند خبر کوتاه از جهان. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز نشست فوق‌العاده ای را در بروکسل در مورد وضعیت اوکراین برگزار کردند. محافظت کشورهای عضو ناتو از حملات احتمالی روسیه از مسائل مهم مورد بحث بوده است. ناتو در حدود 3 هفته گذشته از هنگامی که روسیه تهاجم را بر اوکراین آغاز کرده، چندین بار نشست‌هایی را در سطح وزیران خارجه برگزار کرده و بحران اوکراین را به بحث گرفته است. در حال حاضر صدها هزار سرباز ناتو در حالت آماده باش قرار دارند و حدود 100,000 سرباز آمریکایی در اروپا با حضور یافتند که 40,000شان تحت فرمان مستقیم ناتو قرار دارند. اکثریت این نیروها در شرق اروپا مستقر شدند. نازنین زاغری و انوشه آشوری، دو زندانی ایرانی بریتانیایی، از بند رها شده و راهی بریتانیا شدند. خبرگزاری فرانسه با نقل از یک نماینده حزب کارگر در پارلمان بریتانیا نگاشته است که خانم زاغری شام امروز وارد لندن خواهد شد. همزمان رویترز نیز در خبر فوری تایید کرد که نازنین زاغری و انوشه آشوری، دو زندانی ایرانی بریتانیایی، آزاد و در حال سفر به لندن هستند. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی، از سال 2016 بدین سو به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود. خبرهای اقتصادی هم در ادامه خبر 8. با ادامه خبر 8 باز هم خوش آمدید. ولسوالی خاک افغان ولایت زابل یکی از ولسوالی های است که در 20 سال گذشته هیچ کار انکشافی در آن صورت نگرفته. حالا باشندگان این ولایت از امارات اسلامی میخواند که پروژه های انکشافی مانند ساختن سرک و ایجاد شفاخانه ها را روی دست بگیرند. مسئولان محلی امارات اسلامی هم تعهد میسپارند که تلاش میکنند تا عرضه خدمات دولتی را در این ولسوالی بیشتر کنند. ولسوالی خاک افغان ولایت زابل یکی از مناطق مهم و زیر حاکمیت امارت اسلامی در 20 سال گذشته بود. از همین رو دولت گذشته هیچ گونه خدمات دولتی را در این ولایت روی دست نگرفته بود. حالا مردم این ولسوالی از مشکلات موجود در این ولسوالی سخن میگویند. دی بیا رغوان یو کار لاند سوی درستونزی لرو لکه دی مکتب لکه دی کلینیک، لکه دی لارو، امبولانس، لنشتون مریضان پا لاری بندی و پاتسیوی دی پا دینام از داوی که مریضان واش و آقا پا او سات اتا سات کشاجوی ترسیگی دی سالک دا مشکلاتی شه دومر خراب دا مریض شه ورسیگی لول خوب لاری مری رشه دلی ولاقیی. مسئولان محلی زابل هم میگویند که با کمک نهادهای خیریه و نهادهای دولتی تلاش میکنند تا گام های مؤثر برای رفع مشکلات این ولسوالی بردارند. خیریه بنسټونه د لارو د کلینیکونو په جوړولو کې یا په تعلیمي مراکزو کې دلته په افغانستان کې په کار بوختي یا اراده لري د کار نو هغه ته دغه وظیفه ورکړي دي. موږ کوشش کوو د اسلامي امارت له بودیجې څخه د پلان څخه
مردی تو گتر رسولی سو. تنها ولسوالی خاک افغان در ولایت زابل نیست که از عملی شدن پروژه های انکشافی بی بهره مانده است، بل در بسیاری از ولسوالی های زابل پروژه های انکشافی و برنامه های تعلیمی عملی نشده است. نرخ اسعار در ادامه خبرهای ورزشی را تقدیم می‌کنم. چند خبر کوتاه ورزشی. در ادامه بازی‌های لیگ قهرمانان افغانستان امروز تیم‌های فوتبال استقلال و موج ساحل روبرو شدند که این بازی را آبی‌های پایتخت با حساب 3-0 و برتری رسیدند. با این پیروزی استقلال به 31 امتیازی شد و همچنان با یک بازی کمتر در رده دوم جا خوش کرد. چهارمین دور رقابت‌های مصر رسلینگ فدراسیون پرورش اندام کشور امروز در کابل برگزار شد. در این مسابقات نزدیک به 400 ورزشکار از 200 باشگاه ورزشی پایتخت حضور دارند و در کاتگوری سنی جوانان برای دو روز با هم پیکار می‌کنند تا 30 تن چهره برتر به تیم منتخب کابل گزارش شوند. وضعیت آب هوا بیشترین خبرها، تازه ترین خبرها از افغانستان، منطقه و جهان را از وبسایت آریانا نیوز ببینید.